سلام به همگی، حالتون چطوره؟ ما بازم یه ویدیوی خفن براتون آماده کردیم و می‌خوایم با هم به چین بریم. ببینیم اونجا چه خبره. چین تو 10 سال گذشته به طرز عجیب و غریبی پیشرفت کرده و یه خبری ازش منتشر میشه که دهن آدم از تعجب باز میمونه. برای همین توی این ویدیو می‌خوام 16 تا از عجیب‌ترین پروژه‌های چین رو بهتون معرفی کنم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم ویدیو رو لایک کنید، کانال دانستنی روز رو سابسکرایب داشته باشید یا اگه سابسکرایب نکردید همین الان این کار رو انجام بدید. زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا بریم سراغ ویدیو. اول از این پروژه شروع کنیم که فکر نکنم جز چین کشور دیگه‌ای بتونه انجامش بده. چه پروژه‌ای؟ مورد اول جاده کشی وسط دریاست. چین یه اتوبان وسط دریا ساخته که هنگ کنگ رو به ماکائو وصل می‌کنه و مسیری که قبلا طی کردنش 4 ساعت طول می‌کشید، حالا به نیم ساعت رسیده. هزینه ساختش 20 میلیارد دلار بود و 9 سالم طول کشید تا بسازن. طول این اتوبان 55 کیلومتره. برای ساختش 400 هزار تن فولاد مصرف شده، یعنی به اندازه 60 برج ایفل. جالبه بدونید 7 کیلومتر از این مسیر رو یه تونل زیردریایی تشکیل میده که با 2 جزیره مصنوعی به پل وصل شده. توی مسیر هم یه سری دوربین مخصوص کار گذاشتن که خستگی و خوابالودگی راننده ها رو کنترل میکنه. مثلا اگه یه نفر توی زمان مشخص 3 بار خمیازه بکشه، دوربین تشخیص میده که راننده خوابش میاد و بهش هشدار میده. لابد الان دارید میگید مگه میشه روی دریا جاده ساخت؟ حالا دومین پروژه‌ای که میخوام بهتون تو این ویدیو معرفی کنم و ببینید از اینم بیشتر تعجب میکنید. روی دریا که چیزی نیست، پروژه دوم ساخت بزرگترین تونل زیردریایی دنیاست. چین میخواد بین 2 تا از شهرهای زیر دریا تونل بسازه که هزینه ساختش 4 میلیارد دلار، معادل 200 هزار میلیارد تومان ماست و 6 سال هم زمان میبره تا تکمیل بشه. طول این تونل 16 کیلومتر و قراره تو عمق 78 متری دریا ساخته بشه تا مردم بتونن با قطار صاف از وسط دریا رد بشن. البته چین از این پلای عجیب و غریب کم نداره. سومین مورد که تو این ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم یکی از زیباترین پل‌های چینه. این پل شناور که تو این منطقه بکر و جنگلی روی رودخونه ساخته شده و 500 متر طول داره، از عجیب بودنش که بگذریم، انصافا رد شدن از روی این پل با منظره رودخونه و جنگل خیلی لذت داره. اصلا اگه موافقید همه جمع کنیم بریم چین روی این پل یه صفایی بکنیم دورم. کلا واسه چین جاذبه معنا نداره. چهارمین مورد عجیب این پله که بدون هیچ ستونی تو ارتفاع 300 متری از سطح زمین معلق و حتی وزن کامیون 45 تنی رو هم میتونه تحمل کنه. پروژه شماره 5 و یکی دیگه از عجایب راهسازی کشور چین هم این اتوبانه که از روی سقف خونه ها رد شده. اولش آدم فکر میکنه الان ساکنین این خونه از صدای ماشینا دیوونه میشن، ولی گویا رو سقف خونه ها مواد عایق صدا کار گذاشتن که باعث میشه هیچ صدایی داخل خونه نیاد، ولی خب کل فضای پشت بوم رو اشغال کرده. شاید طرف بخواد اونجا یک آنتنی چیزی نصب کنه، اینطوری که نمیشه. مورد ششم هم یکی دیگه از پل‌های عجیب چینه. این پل 400 متری که رو شهر درست کردن. روی 200 متر از این پل خونه‌ها و مغازه‌ها به سبک‌های غربی و روی 200 تای دیگه ساختمان‌ها با معماری چینی ساخته شدن و اینجا رو تبدیل به یکی از جالب‌ترین جاذبه‌های گردشگری چین کردن. اما مورد هفتم که یکی از عجیب‌ترین پروژه‌های چین بود و فکر همه مهندسا رو انداخت، برج افقی چینه. آسمون خراشی که برج‌های دبی پیشش پشم هم نیستن. این برج به صورت افقی رو سقف 4 تا برج دیگه ساخته شده. 3 میلیارد 800 میلیون دلار که به پول ما میشه 190 هزار میلیارد تومان هزینه برده و 8 سالم طول کشید تا تکمیل بشه. ارتفاعش 250 متر و 300 متر هم طول داره که داخلش باغ‌های هوایی، 2 تا استخر، چند تا رستوران، گالری هنری، یه سری واحد مسکونی و اداری و تجاری قرار گرفته. ولی از حق نگذریم یکم ترسناکه. اگه اون بالا باشه و یهو زلزله بیاد چی؟ البته فکر نکنید چون 8 سال طول کشیده این برج رو بسازن همه کاراشون هم همینطوریه. برای مثال چین این آسمون خراش 57 طبقه رو فقط توی 19 روز ساخته. اون وقت اینجا فقط یه ماه طول میکشه که گود برداری رو انجام بده. یا مثلا این ویدیویی که می‌بینید مراحل ساخت یک هتل 30 طبقه است که ساختش فقط 15 روز طول کشید. انگار تو چین حتی زمان هم با بقیه جای دنیا فرق داره. حالا برج افقی یه چیزی، برج دایره‌ای رو دیگه کجای دلمون بذاریم؟ پروژه هشتم اینه که چین تو حاشیه رودخونه مروارید شهر گوانجو یه برج به شکل دایره ساخته که 138 متر ارتفاعشه و 33 طبقه داره و بلندترین برج دایره‌ای دنیاست. این برج برای معاملات بورس مواد پلاستیکی و به نماد شهر گوانجو و یکی از جاذبه‌های گردشگری و دیدنش تبدیل شده. نهمین پروژه و یه نمونه دیگه از این معماری‌های عجیب و غریب هم پروژه کتابخونه شهر شنجن. این کتابخونه به شکل یک راهپله مارپیچ بزرگ طراحی شده و نماد مسیر پرپیچ و خم تاریخ و ادبیاته که به یکی از جاذبه‌های دیدنی و باحال این شهر تبدیل شده و هر روز آدمای زیادی برای بازدید ازش میان. مورد دهم راجع به این اخلاق چینی‌هاست که از آبم کره میگیرن. مثلا گفتن چرا از نور شدید آفتاب که روی کوه میخوره استفاده نکنیم؟ واسه همین روی کوه‌ها صفحات خورشیدی میذارن و ازش برق میگیرن. فقط یکی از نیروگاه‌های خورشیدی باعث کاهش 251 هزار تن کربن در سال میشه. خلاصه یه تیر دو نشون. با این حرکت برق مفت و هوای پاک رو با هم دارن.
اما یکی از تکنولوژیایی که چین روش سرمایه گذاری سنگینی کرده هوش مصنوعیه. 11مین پروژه این ویدیو که مرزهای تکنولوژی و پزشکی رو جابجا کرده، این ربات جراحی که به هوش مصنوعی مجهز شده. شاید براتون سوال پیش بیاد که وقتی این همه جراح حرفه‌ای وجود داره، چرا باید جون مریض رو بسپاریم دست این ربات؟ دلیلش اینه که این ربات میتونه ظریف‌ترین جراحی‌ها رو با بالاترین دقت انجام بده و برای جراحی نقاطی مثل مغز که فضای کمی وجود داره و حساسیت عمل بالاست، خیلی به درد می‌خوره. مثلا این ویدیو رو ببینید که ربات چطوری پوست تخم مرغ خام رو بدون اینکه اون پوست نازک زیرش پاره بشه ازش جدا می‌کنه. یه قسمت از پوست رو جدا می‌کنه و بدون اینکه محتویات تخم مرغ بریزه بیرون، دوباره بخیه می‌زنه. انجام همچین کار ظریفی برای یه انسان با دستای بزرگش خیلی سخت و ریسک بالایی هم داره. حالا از این عجیب‌تر، مورد 12مه که می‌خوام بهتون معرفی کنم. چینیا نه تنها با هوش مصنوعی ربات جراح ساختن، بلکه باهاش ربات داروساز هم درست کردن. این ربات با هوش مصنوعی برای بیماری مختلف فرمول دارو تولید میکنه. آخرین دارویی که ساخته برای درمان بیماری خاص ریویه که الان داره روی بیمارا آزمایش میشه و اگر این آزمایش خوب پیش بره تا چند ماه دیگه تولید انبوه میشه و میره تو داروخونه ها. یک کمک بزرگ دیگه هم که این هوش مصنوعی به داروسازا کرده اینه که آزمایش بالینی، یعنی آزمایش دارو روی انسان ها رو شبیه سازی میکنه. حدودا 90% داروها تو آزمایشات بالینی شکست میخورن. حالا تصور کنید اینطوری چند میلیارد پولی که برای دارو خرج شده همش ضرر میشه و علاوه بر اون چندین زحمت و تلاش داروسازا و دانشمندا هم به باد میره. چینیا برای حل این مشکل اومدن اطلاعات 600 هزار آزمایش بالینی داروها رو به هوش مصنوعی دادن و ازش خواستن همچین آزمایشی رو واسهشون شبیه سازی کنه. نتیجهش این شده: شبیه سازی هوش مصنوعی تا 80% نزدیک به آزمایش واقعی. اینطوری قبل از اینکه بخوان روی یه دارو سرمایه گذاری کنن، نتیجه آزمایش رو از هوش مصنوعی میگیرن و زودتر متوجه میشن که دارو جواب میده یا نه. مورد 13مه اینه که چین علاوه بر پزشکی تو تلویزیون هم از هوش مصنوعی استفاده کرده و باهاش اخبارگوی دیجیتالی ساخته. این مجری مجازی به جز اینکه اخبار روز رو میگه و برنامه اجرا میکنه، میتونه به سوالای بیننده هم جواب بده و کاملا شبیه یه مجری واقعیه. با این تکنولوژی دیگه مجری مجبور نمیشه نصف شب یا روز تعطیل از وقت استراحتش بزن و بیاد تلویزیون و برنامه اجرا کنه. حالا اگه تعجب کردید و فکر میکنید این دیگه آخر تکنولوژی، باید مورد 14مو ببینید. چینیا با استفاده از همین هوش مصنوعی دادگاه و قاضی دیجیتالی هم طراحی کردن تا به جرمای رایج و سبک مثل جیب زنی، رانندگی خطرناک، خالی کردن کارت بانکی مردم و غیره رسیدگی کنه تا قاضی‌ها بتونن تمرکزشون رو روی پرونده‌های بزرگتر و سنگین‌تر بذارن. البته مهندسا گفتن در آینده این تکنولوژی پیشرفته‌تر میشه و میتونه جرمای خاص رو هم تشخیص بده و اون پرونده‌ها رو هم حل و فصل کنه. خوبیش اینه که وقتی قاضی ربات باشه، دیگه جلوی رشوه و زیرمیزی و این چیزا هم گرفته میشه. 15مین پروژه و یک کاربرد دیگه هوش مصنوعی تو چین، استفاده ازش به عنوان سرکارگره. چینی‌ها یک کلاه مخصوص ساختن که روش دوربین نصب شده و با استفاده از هوش مصنوعی روی کارگرا نظارت میکنه و آخر روز که کار تموم شد، با توجه به میزان فعالیتشون حقوق اون روزشون رو تعیین میکنه. اینطوری دقیق مشخص میشه کی از زیر کار در میره و کی واقعا زحمت میکشه. دیگه هم سرکارگر یا سرپرستی وجود نداره که بخواد با کارگرا دعوا کنه یا با پارتی بازی هوایی یه نفر رو بیشتر داشته باشه. اما مورد 16مه هم که یکی از جالبترین استفاده چین از هوش مصنوعی، این رباتی که تو چین به عنوان مرزبان ازش استفاده میکنن. چون تو مرز چین و هند شرایط آب و هوایی خیلی بدی وجود داره، این ربات ها رو برای مرزبانی استفاده میکنن. مجهز به دوربین و اسلحه‌ن و تو مواردی که براشون تعیین شده حق تیر هم دارن و اگه کسی غیر قانونی از مرز عبور کنه، خودکار بهش شلیک میکنن. اینجوری هم سربازای بیچاره تو سرما و گرما اذیت نمیشن و از تنهایی دیوونه نمیشن، هم امنیت مرز بیشتر میشه، چون این ربات نه خوابش میبره نه چیزی حواسشو پرت میکنه. حالا شما بگید دوست دارید به چین سفر کنید؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنون که همراهمون بودید. فراموش نکنید ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو هم سابسکرایب داشته باشید و اگر سابسکرایب نکردید، حتما همین الان انجامش بدید و زنگوله هم بزنید تا جز اولین نفراتی باشید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر میشید. اگه دو تا ویدیوی قبلی ما رو ندیدید، اونها رو هم تماشا کنید و لذت ببرید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.